همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند برنامه‌های بنیاد آینده در تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه‌های یک کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. انسانی بسیار برجسته از میان ما رفت، مردی که در این 39 سال جمهوری اسلامی 38 سال رو در زندان و در زندان خانگی گذرانده بود. در تمام این دوران هرگز سر در برابر زور و فشار این حکومت خم نکرد. زنده یاد عباس امیر انتظام از میان ما رفت. پس از چند سالی دست و پنجه نرم کردن با بیماری و پس از سالها مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران، دیگر در میان ما نیست. مردی به راستی برجسته، انسانی از شمار انسانهای ویژه این دوران، از یاران و بازماندگان پیرامونیان یا حالا کمتر پیرامونیان، ولی به هر روی از پشتیبانان و پیرامونیان زنده یاد محمد مصدق، از آن خانواده فکری. من او رو در تهران یک بار بیشتر در همان بهار آزادی ندیدم، آن هم همراه پدرم. از همون هنگام هم دریافتم که با اینکه در کابینه مهندس مهدی بازرگان بود، ولی از خانواده فکری دیگری به شمار می آمد. بیشتر با خانواده فکری پدرم نزدیک بود تا دیدگاه های سرسخت مذهبی آقای بازرگان، ولی در اون هنگام در دولت موقت خیلی ها شرکت داشتند. هنوز امیدی بود که شاید بتوان جلوی این سیلاب جهل و خودکامگی دینی رو در ایران گرفت. و یکی از کسانی که با شهامت در برابر این ماجرا ایستاده بود همین عباس امیر انتظام بود. از نخستین کسانی بود در کابینه بازرگان و شاید از تنها کسانی که آشکارا مخالف ولایت فقیه بود. از کسانی که سخت به تشکیل مجلس خبرگان میتازید و هوادار این بود که مجلس مؤسسان نوشتن قانون اساسی به وجود بیاید و به همین دلیل هم بازداشت شد. پرونده ساختگی به اتهام جاسوسی برای سیا، اینک میدانیم که این پرونده سازی برای جاسوسی سیا تا چند اندازه، ببینید این بامداد است که پس از مدتی بازداشت شد. امیر انتظام به اتهام همکاری با سیا بازداشت شد. به دروغ، هیچگاه نتوانستند سندی در این زمینه رو کنند. گفته شد که در اسناد سفارت ایالات متحده آمریکا که دانشجویان خط امام گرفته بودند، پرونده و اسنادی پیدا کردند که اینها نشان میداد که عباس امیر انتظام با سازمان سیا همکاری داشته. عباس امیر انتظام جزء کادر وزارت خارجه بود، یعنی بنا بود در چهارچوب وزارت خارجه با نمایندگان کشورهای دیگر روابط داشته باشه. از جمله خود آقای اسماعیلی یزدی با این آدم‌ها روابط داشت، با از جمله آمریکایی‌ها، یعنی روابط یعنی گفتگو. و گفتن که نه، این مذاکراتی که انجام میداده مذاکرات برای خیانت به ایران بوده، جاسوسی میکرده. اینکه یک آدمی در جایگاه آقای امیر انتظام چه جاسوسی برای CIA میتوانسته بکند، خب این رو میدانیم که تا چه اندازه دروغ و نارواست. مردی که به راستی شیفته ایران بود. این پیکره رو نگاه کنید، پیکره چند سالی پیش از مرگ اوست. ببینید چگونه به ایران میاندیشه. پرچم ایران که در دست او و همسرش است، گواه باور او به ماندگاری ایران است، وفاداری او ایران است، جاوید باد ایران. و این پیکره در این حال همراه با پرچم ایران، همسر او که روسری هم بر سر ندارد، امیدوارم گرفتاری به وجود نیاید، و خود او که همواره در این پیکره ها کراوات می داشت. مردی مدرن، انسانی براستی سربلند، انسانی که آینده ایران نام او رو زنده نگه خواهد داشت. و من بارها از راه تلفن با او گفتگو داشتم و یک بار گفتم بیشتر اونو ندیدم چون دیگر نتوانستم پس از اون به ایران بازگردم، ولی خویشاوندانم، مادرم، خواهرم، خیلی ها چون به ایران می رفتن با او دیدار کردن و
چند سال پیش از مرگ در گذشت پدرم، ما در واشنگتن برنامه‌ای برای بزرگداشت پدرم برگزار کردیم که خیلی‌ها شرکت داشتن، از جمله جناب یار شاتر که دوست 70 اندی ساله پدرم بود، در اونجا آمده بود، با زحمت از نیویورک خودش رو به واشنگتن کشانده بود، با محبتی کرده بود، مهری کرده بود، خیلی ها بودند. عباس امیر انتظام از تهران پیامی فرستاد و من به یاد عباس امیر انتظام و به یاد پدرم این پیام رو الان برای شما پخش میکنم و امیدوارم در هفته های آینده به یاری شما و همکارانم در بنیاد آینده ما بتوانیم یک برنامه ویژه برای امیر انتظام برگزار کنیم. میدانم که خواهرم فیلمی از او تهیه کردن در ایران و امیدوارم بتوانیم بخشای از این فیلم رو با شما در میان بگذاریم، با شما شریک بشیم. اجازه بدهید که به این پیام چند دقیقه‌ای که او برای پدرم فرستاده، ولی در اینها صدای او، چهره او، به این نگاه کنیم و من بازگردم و رشته سخن رو دنبال کنم. چقدر سخن گفتن درباره انسانی والا که بزرگ منش و فداکار بوده و بیشترین عشقش عشق به وطن و هموطنان و بزرگترین دغدغه اش سرنوشت این کشور و ملت بزرگ آن می باشد مشکل است. انسانی که در تمامی عمر با عزتش هدفی جز اعتلاء عظمت ایران زمین نداشته و در تمام طول دوران غربت نشینی آرزوی جز رسیدن به آزادی، برقراری حاکمیت ملی و در ایران و پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور در ذهنیت سیاسی و پویای خود نپرورانیده است. شرایط سیاسی و اجتماعی کشور ما در طول قرنها تجربه تلخ خردستیزی توسط حکومت‌های مستبدانه داخلی از یک سو و حاکمیت بیگانگان از سوی دیگر همواره عرصه را برای فعالیت میهن پرستان تنگ نموده است. تلاش هایی که در جهت شکوفایی خلاقیت در راستای سازندگی هرچه بیشتر کشور توسط بزرگ مردان و زنان فرهیخته و فداکار انجام گرفته است. آنان در تلاشی خستگی ناپذیر بران بودند تا راه دشوار آزادی را هموار کرده و در سطح جهانی ایران و ایرانی را در جایگاه رفیع که در خور آنهاست قرار دهند. دریغا که این بزرگان کمتر مجال یافتند تا حتی به پاره از آرزوهای خود جامعه عمل بپوشانند. نصرت الله امینی یکی از این پویاندگان راه آزادی است که همواره آرزوهای به حقی را برای بزرگی کشور و آزادی ملت در دل و ذهن سیاسی خود تا به امروز داشته است. راهش مستدام و پررهرو باد. عزیز ما جناب آقای نصرت الله امینی، فرزند خلف کوروش و داریوش و امیرکبیر و زنده یاد دکتر محمد مصدق، علی‌رغم تنگ شدن بی‌وقفه حلقه‌هایی که به دور فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ایشان بوده، هرگز از پای ننشسته و در تمام دوران فعالیت خود و هم اکنون نیز که گذر زمان تأثیر اجتناب ناپذیر خود را بر سلامتیشان گذارده است، لحظه‌ای از تفکر جهت پیدا کردن راه‌حل مسالمت‌آمیز برای نجات کشور و گشوده شدن درهای سعادت و سربلندی به روی ایران و ایرانی باز نایستاده است. در پایان این جانب از کلیه هموطنانی که در این گردهمایی با شکوه و قابل تقدیر حضور یافته تا بتوانند با ادای جملاتی چند ذره‌ای از زوایای گرانسنگ وجودی جناب نصرت الله امینی را بیان نمایند، تشکر و قدردانی نموده و همچنین از ایجاد فرصتی نیز برای این جانب که بتوانم از فرسنگ ها راه دور در این گرد همایی خود را در کنار شما عزیزان حس نمایم سپاسگزاری می نمایم. لذا از درگاه خداوند متعال آرزوی سلامت و طول عمر و برای این راد مرد عاشق وطن نموده و موفقیت و سلامتی همگی شما هموطنان عزیزم را در رسیدن به ایرانی آزاد و سربلند خواستارم. با سپاس از جناب امیر کارگردان برنامه و باز به یاد هم این مرد بزرگ که چند روز پیش از میان ما رفت و پدرم که چند سال پیش او هم در غربت درگذشت، این ویدیو رو من خواستم که ایشان پخش کنه.
در میان همه ستمهایی که این حکومت بر مردم آزادی خواه و کوشنده برای سربلندی ایران در این سالها روا داشته، هیچ چیزی بدتر از جلوگیری از آزادی بیان نیست. آزادی بیان، آزادی قلم و به زندان افکندن انسانها به جرم آزادی بیان، به جرم اینکه سخنی گفتن، چیزی نوشتن، چه چیزی پلیدتر از این است؟ میتوان فهمید، نه پشتیبانی کرد، ولی میتوان دریافت که کسی اگر برای براندازی حکومت دست به یک کوشش انقلابی بزند، حکومت ها او رو بازداشت میکنند. بیشتر حکومت ها، حتی در حکومت های بسیار دموکراتیک جهان، اگر شما دست به یک اقدام مسلحانه برای براندازی حکومت بزنی، شما رو دستگیر میکنند، محاکمه میکنند، زندانی میکنند، اگر واقعا چنین کرده باشید. حتی در کشوری مانند فرانسه، ایالات متحده، غیره، قوانینی هست که افراد نمیتوانند دست به اقدام مسلحانه برای برانداختن دولت بزنند. این رو میتوان فهمید که در یک کشور خودکامه مانند ایران هم، چه در دوران گذشته و چه در دوران کنونی، کسانی که در یک گروه شرکت میکنند که این گروه کوشش میکنند برای برانداختن قهرآمیز دولت، دولت با اونها با خشونت برخورد میکنه. این رو میتوان فهمید. حالا تا چه اندازه چنین چیزی درست باشد کار ندارم، ولی این قابل فهم است. اینکه کسی بیاید و مردم رو تحریک به شورش در برابر دولت بکنه، این رو هم حتی میتوان دریافت. یعنی اگرچه این شورش، شورش قهرآمیز هم نباشه، خب بسیاری از دولت ها، حتی دولت های نیمه دموکراتیک هم در برابر چنین کارهایی ایستادگی میکنند. درست نیست، چون دعوت به برانگیختن مردم، اگر این دعوت همراه با خشونت نباشه، مثلا دعوت به اعتصاب، نباید زندان و پیگرد به دنبال داشته باشه. ولی در بسیاری از حکومت ها پرونده میسازند و چنین میکنند. اما جلوگیری از آزادی بیان، شکستن خامه قلم، جلوگیری از آزادی روزنامه نگاری رو با هیچ چیزی نمیتوان توجیه کرد جز بیم و هراس حکومت، جز بیم حکومت از اینکه آزادی بیان در اندیشه مردم دگرگونی به وجود بیاورد. این حکومتی که ادعا میکند اعتبار خودش رو از خداوند گرفته، نماینده حضور خدا در زمین است، حکومتی که ادعا می کند امام زمان، امام ناپیدا پاسدار اوست، حکومتی که ادعا می کند برحق است، از زمان کشته شدن امام حسین تا به امروز این جامعه در انتظار چنین حکومت و خلافتی بوده، چنین ولایتی پیامد کربلاست، حکومتی که ادعا می کند مشروعیت خودش رو از آسمان گرفته، از بهشت می گیرد، از آن دنیا می گیرد، حکومتی که مدعی است رهبر اون نماینده امام ناپیدا در زمینه، از آزادی بیان مردی مانند عباس امیر انتظام بیم و هراس داره. او رو نخست زندانی می کنه و سپس در خانه نگه می‌داره. برچم ماه یک بار او رو به زندان فرا می‌خوانه. این مرد آزادی سفر نداره. 37 سال اجازه سفر نداره. یا باید در خانه بمانه یا بیمارستان و زندان. بیمهراس از چه چیزی؟ از اینکه عباس امیر انتظام دست به قیام مسلحانه علیه حکومت بزنند؟ نه. اونها که میدانند چنین چیزی وجود نداره. اینکه این همه روزنامه نگار رو به زندان میکشند، جلوی کار اونها رو میگیرند، آزادی بیان رو از همه سلب میکنند، یک وکیل رو به جرم اینکه از یک متهم پشتیبانی کرده، وکیل مدافع اون بوده، به زندان میاندازند،
جز بیم این حکومت از مردم چیز دیگری نیست. شما که میگویید خداوند و امامان همه در پشت و پناه شما هستند، شما که میگویید تا ظهور امام زمان همچنان پابرجا خواهید ماند، چه بیم و هراسی از مردی مانند امیر انتظام دارید؟ از هزاران نفر مانند امیر انتظام یا خانه نشین هستند، یا در بدر هستند، یا در غربت در میگذرند. چند هفته پیش از درگذشت امیر انتظام، حاس جوادی، کسی که نخستین پیام آور این نکته بود که صدای پای فاشیزم نزدیک است، در همان بهار آزادی در اون نامه سرگشادش با آیت الله خمینی، در غربت و در بدری در فرانسه درگذشت. اگر در ایران بود تردید نداشته باشید رفتاری که با او میکردن رفتار حتی بدتری با نسبت به امیر انتظام بود. چرا باید این انسان ها در کشوری که ادعا میکنند، در کشوری که مدعی هستند که انقلاب وارث انقلابی هستند در برابر خودکامگی و فساد، در چنین کشوری که ادعا میشود این کشور ادامه حکومت امامان در زمینه است، در کشوری که بناست نماینده عدالت خداوندی به گفته شما باشه، آدم هایی که کاری جز نوشتن، سخن گفتن و پرخاش به بیداد نداشتن، یا در خانه در زندان خانگی و دارد یا در غربت در بگذرند یا به دست حکومتیان کشته بشوند، کدام عدالت، کدام دموکراسی، کدام عزت و شکوه انسانی، کجای این پیام آسمانی است، پیام فوق بشری است؟ رفتاری که در حکومت جمهوری اسلامی با مردم انجام می شود، با مخالفان انجام می شود، از پلیدترین رفتارهای ضد انسانی پلیدتر است. هیچ بوی آسمانی در آن نیست، اگر اصلا چنین چیزهایی واقعی باشد. نمیخوام به این بحثا بپردازم، ولی کسانی که مدعی هستند سخن از این میگویند که عدالت آنها عدالت آسمانی است، بهشتی است، چنین وعده هایی رو میدادند در نقد به رژیم گذشته ایران، نقد به حکومت شاه میکردند که در زندان های او شکنجه افراد شکنجه می شود، 100 بار بیشتر از زندان های رژیم گذشته در ایران مردم شکنجه می شود. زندان های دوران گذشته نسبت به زندان های امروز بهشت است. زندگی در زیر فشار حکومت گذشته نسبت به حکومت کنونی ایران اصلا قابل مقایسه نیست. در دوران رژیم گذشته آزادی های فرهنگی وجود داشت، آزادی های اجتماعی تا حدود زیادی وجود می داشت. شما اگر در سیاست مداخله نمی کردید دولت چندان کاری به کار شما نداشت. بله در حوزه های محدودیت های زیادی وجود داشت. اگر سخن انتقادی نسبت به رژیم پهلوی می گفتید یا محمد رضا شاه شما رو به بند می کشیدند، گرفتاری برای شما درست می کردن، پرونده می ساختن، بیکارتون می کردن. اما این فاجعه‌ای که در این 40 سال به وجود آمده اصلا قابل مقایسه با دوران گذشته نیست. آدم هایی مانند من که در همون دوران نوجوانی مخالف رژیم گذشته ایران بودیم، امروز در میابیم که رفتاری که امروز با جامعه و مردم میشود در مقایسه با آنچه که در گذشته انجام میشد اصلا در یک زمین نیست، در یک دنیا نیست، در دنیای دیگری است. ما با یک تبهکاری ویژه روبرو هستیم، ما با جنایاتی روبرو هستیم که در تاریخ ایران فقط در کتاب‌ها درباره اون خوانده ایم. تصور اونها رو نمی کردیم که از یک خودکامگی سیاسی به دام یک خودکامگی تبهکارانه همگانه همه جانبه برسیم، که در اون مردی مانند عباس امیر انتظام که جرمی نمی داشت، کاری نکرده بود، منتقد یک رشته رفتارهای آدم هایی مانند آیت الله خمینی و پیرامونیانش بود، این چنین 37 سال در زندان و زندان خانگی به سر برد. چرا؟ مفصول بر اون
متهم به جاسوسی برای سازمان CIA بشود. آدم های زیادی بوده و هستند که با دولت های خارجی سر و سر دارند. میدانیم. مگر نه این است که در دوران جنگ ایران و عراق همین هایی که میگویند اسرائیل باید نابود بشود از اسرائیل جنگ افزار میخریدند. با شیطان هم حاضر بودند معامله کنند و هنوز هم میکنند. اصلا خودشان عین شیطان هم. فرق زیادی با آنچه که در کتاب ها ما درباره ابلیس خوانده ایم ندارند. افسوس، عباس امیر انتظام زنده نماند تا دموکراسی رو در ایران ببیند. آرزوی او این بود. هر بار که من با او تلفنی صحبت داشتم می گفت خیلی دلم می خواهد که آدم های مانند شما بتوانند به ایران بازگردند و ما با هم آزادی رو جشن بگیریم، دموکراسی رو جشن بگیریم. افسوس که او در میان ما نیست. اما راهی که ما امروز در ایران پیش رو داریم راه بسیار بسیار دردناکی است، آنچه که در پیش روی ماست. راستی این است که این پیامد این نظام ضد دموکراتیک، ضد انسانی در ایران کار رو به پایان رسانده. یعنی ما به جایی رسیده این در ایران که می دانیم اصلاحات دیگر شدنی نیست. یعنی در اصلاحات در ایران بسته شده، در اصلاحات دولتی برای همیشه بسته شد. راهی برای اصلاح حکومت دیگر در دست نیست. حتی اصلاح طلبان یا خانه نشینند یا در کنار. خود اونها هم دیگر به اصلاحات باور ندارند. اون دسته از اصلاح طلبانی که تا حدودی منطقی نگاه می کردن امروز دیگر از اصلاحات بریدند و به اصلاحات نمی اندیشند. ما در ایران در برابر دو راهکار ایستادیم، دو راهکار بسیار دردناک. یا در ایران ما با یک جنبش رادیکال انقلابی روبرو خواهیم بود، یعنی مردم به خیابان خواهند ریخت و معلوم نیست که از پی این چنین شوری، از پی چنین جنب و جوشی چه پدید بیاید، چون نیروهای اپوزیسیون دارای سازماندهی لازم برای مهار کردن و بهره برداری از چنین جنب و جوشی نیستند و نمونه های این جنب و جوش آغاز شده در اعتراض به نابرابری ها، در اعتراض به وضع اقتصادی، در اعتراض به بیابی و بسیاری چیزهای دیگر. در گوش و کنار ایران ما شاهد جنب و جوش هایی هستیم که در گذشته کمتر می دیدیم. بیشتر جنبش های اجتماعی در سالهای گذشته ایران جنبش های اجتماعی سیاسی نخبگان و درس خواندگان و دانشگاهیان و آدم های سیاسی بوده. امروز ما با جنبش نیرومند اجتماعی توده های مردم رو بروستیم. مردمی که تا مدتی پیش هنوز امید به این حکومت داشتند. رده های پایین جامعه از یک سوی چنین پیامدی در برابر جامعه ایران است و از سوی دیگر درگیری بسیار سرسختانه دولت های غربی در مقابل ایران. سفر آقای ترامپ به اروپا و سپس سفر ایشان به بریتانیا امروز و از اونجا به مسکو دیدار و هلسینکی دیدار با آقای پوتین و همراه با آمد رفت های دیگر در خاورمیانه در واقع دیباچه است برای برانداختن جمهوری اسلامی. این که میگویم برانداختن جمهوری اسلامی بر این است که بسیاری از دولت‌های خارجی مانند دولت آقای ترامپ یا دولت عربستان یا دولت اسرائیل دیگر در سودای تنها محاصره اقتصادی ایران نیستند، خواهان تغییر حکومتی هستند. فراموش نکنید آدمی مانند آقای جولیانی که با گرفتن پول به کنفرانس سازمان مجاهدین می‌رود از براندازی دولت ایران سخن می‌گوید. این سخن آقای ترامپه. ایشون وکیل و مشاور آقای ترامپ هست. بنا بوده آقای مشاور دیگر آقای بولتن در این نشست شرکت کنند. ولی خب ایشان الان مشاور امور امنیتی هستند. صلاح نیست شرکت کنند. ولی دیگه های ایشان رو میدانیم. فشار و تحریم رو بر ایران افزایش خواهند داد. جلوگیری خواهند کرد از فروش نفت ایران. درگیری دشمنانه خواهد شد. ایران تهدید میکند که تنگه هرمز رو خواهد بست.
تصور میکنید که دولت‌های غربی، ایالات متحده آمریکا یا اسرائیل یا عربستان یا دیگر کشورها در برابر چنین رفتاری ساکت بمونند؟ امکان جنگ امروز وجود داره. جنگ محلی میان ایران و عربستان، درگیری بیشتر با اسرائیل و سرانجام هم درگیری آشکار با آمریکا. ما از یک سوی با جنب و جوش رادیکال در ایران روبرو هستیم و از سوی دیگر با یک فشار گسترده دشمنانه خارجی. و جمهوری اسلامی در این زمینه، در این راستا کمترین درایتی، کمترین نگاه عاقلانه‌ای در اون به چشم نمی‌خوره. همچنان بر طبل مقاومت در برابر دشمنان بزرگ داخلی و خارجی میکوبد. اگر هم نباشد میسازد. به صدای ساده و آرام اندرزگونه کسانی مانند آقای عباس امین انتظام هم گوش نمی کنند که آقا گشایش بدهید، جامعه رو باز کنید، یا در برابر شما انقلاب خواهد شد، شورش های انقلابی صورت خواهد گرفت و یا جنگ خارجی با شما دست به گریبان خواهد، دخالت خارجی دست به گریبان خواهد که می تواند شیرازی ماندگاری ایران رو از هم بدرد و کشور ما را در برابر یک خطر جنگ داخلی قرار بدهد و حتی چند پاره بکند. این مسیری است که جمهوری اسلامی ایران را به پیش به سوی خود میبره. مسیری است که ما امروز در برابر اون ایستادیم. کوچکترین کوشش های اصلاح طلبانه سرکوب شد. اصلاحات درگذشت، مرد، از میان رفت. پرونده اونها بسته شد. راه هر گونه اعتراض ساده در ایران بسته شده. بنابراین راهی جز این نیست، یا طغیان خشمالود و انقلابی و رادیکال مردم و یا درگیری خارجی، مگر اینکه یک درایتی، اندکی درایت در ایران به وجود بیاید و جامعه اندکی باز بشود. شاید. من نمی بینم. من فکر می کنم ایران می تواند به سوی یک حرکت بسیار تند و رادیکال انقلابی پیش برود و معلوم نیست نتیجه اون چه خواهد بود. امیدوارم که مخالفان جمهوری اسلامی بتوانند با گرد هم آمدن و با گذشت از پاره‌ای از اختلاف ها بتوانند یک جبهه بدیلی، یک جبهه نه جایگزین دولت در تبعید، بلکه دست کم یک نوع همکاری برای بهره‌گیری از این شرایط ویژه به وجود بیاورند. چون حکومت جمهوری اسلامی به داوری من به پایان کار خودش رسیده. از شمارش معکوس هم گذشته، شمارش معکوس سالیان پیش آغاز شد، ولی این حکومت به پایان رسیده است، یا از راه جنگ یا از راه جنب و جوش و شورش داخلی. ماندگاری این حکومت در سالهای آینده ممکن نیست به این شرایط. امیدی به تغییر سیاست خارجی حکومت نیست. یعنی روشن است که این حکومت دست از سر ماجراجویی در منطقه بر نخواهد داشت و تا هنگامی که دست از سر ماجراجویی در منطقه بر ندارد، کشورهای دیگر جهان در برابر او خواهند بود. تنها امید به روسیه و چین است که اونها هم در برابر امتیازهای اقتصادی با غرب کنار خواهند آمد. تردید نداشته باشید، ایران رو فدا خواهند کرد. تصور رهبران جمهوری اسلامی که روسیه و چین از آنها پشتیبانی بکنند و جلوگیری بکنند از دخالت نظامی دیگران یک تصور باطله. من بارها گفتم ایران برای اینکه بتواند راه به سوی پیشرفت و ماندگاری خودش رو هموار بکنه، راهی جز کنار آمدن با دنیای غرب نداره. ایران راهی جز این که بتواند برای اینکه ماندگار باشد، راهی جز این که با کشورهای همسایه خودش از در دوستی گام برداره نداره. دشمنی با اسرائیل رو باید پایان داد. ایران بدون داشتن روابط مثبت با غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا نخواهد توانست روی امنیت ببینه. ایران بدون همکاری گسترده با اروپا نخواهد توانست به واپسماندگی خودش پایان بدهد، اقتصاد کشور را شکوفا بکنه، نفت خودش رو در بازار آزاد با قیمت مناسب بفروشه،
این از راه جنگ‌افروزی در منطقه ممکن نیست. بر روی اجازه بدهید که ترانه‌ای رو که کارگردان برای شما فراهم کردند نگاه کنیم. گمان میکنم که اگر اشتباه نکرده باشم بر پایه آنچه که در آغاز برنامه پیش از برنامه ایشان به من گفتن، آهنگیست از شمال خراسان، چون در برنامه برگی از تاریخ یک ساعت پیش در برابر فروش دختران قوچانی در دوران پیش از انقلاب مشروطه با شما گفتگو کردم. اگر این ترانه همان باشد که فکر میکنم، به هر حال یک گزینش مناسبی است. من اشاره میکردم. بازگردیم و رشته سخن رو درباره ایران، شرایط کنونی ایران به بهانه درگذشت زنده یاد عباس امیر انتظام پی بگیریم. در دوران مدرن هیچ حکومتی در جهان تنها بر پایه زور ماندگار نخواهد بود. هیچ حکومتی تا کنون نتوانسته در این دوران مدرن، در این دورانی که روی هم رفته انسان‌ها با حقوق ابتدایی خودشون آشنا شدند و گروه‌های اجتماعی، طبقات شکل گرفته، ساختارهای مدنی به وجود آمده، هیچ حکومتی نمیتواند تنها بر پایه زور پای بر جا بماند. افسون بر زور، حتی یک حکومت خودکامه، افسون بر زور نیاز به پشتیبانی بخش گسترده‌ای از مردم و یا دست کم سکوت بخش گسترده‌ای از مردم رو داره که تنها به تنها بخواهد بر پایه یک زور دائمی، فشار از بالا، نیروی مسلح، سپاه پاسداران، قدس، گروه‌های مختلف ضربت، بر پایه اینها تنها کشور رو اداره بکنه. ما نشان و نمونه‌ای در دنیا نداریم که حکومتی توانسته باشه چنین کند. نگاه کنید به سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی، کشوری که پس از انقلاب اکتبر 1917 شکل گرفت و در پایان کار حزب کمونیستی داشت با گویا 24 میلیون عضو، کشوری که در برابر نیروی جنگی هیتلر مقاومت کرده و پیروز شده بود، پس از دادن بیش از 25 میلیون کشته دست کم. نگاه کنید به کشوری که با وجود چنین حزبی، وفاداری این اعضای حزب پولیت برو و این واقعیت که بسیاری از کسانی که در کشور به جایی می رسیدند از راه ورود به این حزب بود و این حزب پاسدار ماندگاری این دولت شده بود و این دولت افسون بر نیروی پلیسی و ارتش، دومین ارتش بزرگ جهان پس از ایالات متحده آمریکا، یکی از دو بزرگترین سازمان‌های امنیتی جهان رو هم در دست داشت. کاگبه شاید هم ردیف سیایه بود و شاید مخوبتر از سیایه کارهایی میکرد که سیایه در داخل کشور در ایالات متحده آمریکا نمیتواند انجام بدهد. غیر قانونی است این کارها. در اتحاد جماهیر شوروی کاگبه این کار رو در داخل کشور انجام میداد. تصور نمیشد که این کشور فرو بپاشد، ولی از آنجایی که تنها از راه زور و از راه جلوگیری از آزادی اندیشه در کشور چیرگی داشت، فرمان روایی میکرد، سرانجام این دولت ترک خورد و هنگامی که ترک خورد در کوتاه زمانی پودر شد، از میان رفت و نه تنها اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، تمام کشورهای پیرامون از آلمان شرقی و چکسلواکی و دیگران هم فروپاشیدند. اگرچه امروز در بسیاری از این کشورها به دموکراسی، به مفهوم دموکراسی ماندگار لیبرال دست نیافتند، ولی به هر روی دیگران کشور پیشین اتحاد جماهیر شوروی نیستند، از اون قدرت و سلاوت و از اون چیرگی برخوردار نیستند. اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید با همه قدرتی که داشت. جمهوری اسلامی ایران به پای اون دولت هم نمیرسد. وفاداری هواداران این حکومت به این حکومت درصدی از وفاداری اعضای حزب کمونیست شوروی به آرمان‌ها و ارزش‌های سوسیالیستی و کمونیستی نبود و نیست.
هرگز به اون اندازه نخواهد رسید. دست کم ایده هایی که حزب کمونیست شوروی بر اون بنا شده بود در دوران مدرن شکل گرفته بود. ایده هایی که جمهوری اسلامی بر اون بنا شده به دوران پیش مدرن، به تاریخ وابستگی دارند، از گذشته آمده، گذشته بسیار دور. بنابراین این تصور که این حکومت خواهد توانست با ادامه یک سیاست خارجی مهاجمانه در منطقه، یک سیاست دشمنی برانگیز در منطقه، سر ستیز داشتن با بسیاری از کشورهای جهان از یک سو، و یک سیاست داخلی محروم کننده و محکوم کننده مردم و جلوگیرنده از هر گونه آزادی از جمله آزادی های اجتماعی مانند گزینش پوشش، اتحاد جماهیر شوروی آزادی بیان نمیداد، آزادی تجمع نمیداد، آزادی احزاب نمیداد، ولی مردم در پوشش دست کم آزاد بودند. در جمهوری اسلامی همه محدودیت های دولتی مانند اتحاد جماهیر شوروی وجود داره، افسون بر اون آزادی های ساده اجتماعی هم در میان مردم، آزادی های فرهنگی ساده هم در میان مردم محدود است. به هر آهنگی شما نمیتوانید گوش کنید. اگر معلوم بشود که شما در جوانی مشروب خوردید، شما رو به شلاق میبندن. 10 سال پس از اون مشروب نمیتوانید بخورید. مویتون نباید در خیابان بر مردان آشکار باشه اگر زن باشید، اگر حجاب از روی بردارید شما رو به 10 سال زندان محکوم میکنند، یا چندین سال زندان، حالا یکی 10 سال یکی 3 سال نمیدانم. چگونه ممکن است این حکومت تنها بر پایه زور باقی بماند؟ شما سردمداران این حکومت اندکی بیاندیشید. اگر اتحاد جماهیر شوروی با آن توانایی ها سرانجام فرو پاشید، شما با این درگیری های محلی منطقه‌ای، با دشمنی برانگیختن در سرتاسر جهان، چگونه می توانید مردمی رو که به بند کشیده اید در بند نگه دارید؟ در گوش و کنار ایران نشانه های ترک در فرمان روایی شما آشکار است و این ترک سرانجام سیلاب به بار خواهد آورد. اگر نه جنگ بیگانگان، ولی در درون می تواند سیلاب خشونت و شور و شورش و قیام مردم رو به دنبال داشته باشه. در هر گوش و کنار ایران زمینه برای چنین چیزی پدیدار شد. من گمان نمی کنم که این گونه سخنان گوش شنوایی در میان حکومتیان ایران داشته باشد. اگر می داشت که تا به امروز شنیده بودند، کاری انجام می دادند. نه. ولی دست کم می توانم بگویم که ما باید به عنوان مخالفان این حکومت، مخالفانی که خواهان گذار خشونت پرهیز از این حکومت هستند و خواهان ماندگاری و یک پارچگی ایران هستند، ما باید دست کم نگاه کنیم به این آینده، نگاه کنیم به این دو الگویی که در برابر ماست، یک شورش انقلابی رادیکال در ایران از یک سو، و یک احتمال جنگ دولت‌ها با ایران، جنگ خارجی با ایران و جنگ قومی در ایران. برای جلوگیری از چنین چیزی باید یک کوشش گسترده، هماهنگ، به راستی پر از درایت، پر از نگاه به آینده ایران، پر از گذشت از خودبینی ها به وجود بیاید و سرانجام بتواند به یک شورایی، به یک جریانی برای سرپرستی این گذار تبدیل شود. ما راهی جز این نداریم که این گذار از جمهوری اسلامی به یک حکومت غیر دینی، حکومت دموکراتیک و سکولار رو که میخواهد ایران به دنیای پیشرفته بپیوندد و دست از سر این درگیری ها با دنیا بردارد، برای اینکه این رو بتوانیم سازمان بدهیم باید با درایت و یا چشمنداز بسیار بلندی، گستردهی نگاه کنیم و کار رو آغاز کنیم. راهی جز این در برابر ما ایرانیان هوادار دموکراسی وجود نداره. شوربختا که عباس امیرانتظام برای دیدن این ایران دموکراتیک و سکولار
در میان ما نخواهد بود. روحش شاد. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما